أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. السلام على بقية الله في بلاده وحجته على عباده، المنتهى إليه مواريث الأنبياء ولديه موجود آثار الأصفياء. با نام یاد پروردگار هستی و عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و همراهان گرامی برنامه موعود در اسلام. آرزومند هستیم که روز جمعه تان سرشار از برکت و یاد امام زمان علیه السلام باشه. خوشحال هستیم که در این روز مبارکی که متعلق به آن وجود مقدس هست، افتخار داریم تا مباحثی را پیرامون معرفت آن امام مهربان تقدیم شما بینندگان عزیز بکنیم. آرزومند هستم وقت و فرصت کافی داشته باشین تا برنامه خودتان را تا انتها همراهی بفرمایید. صحبت ما در رابطه با یکی دیگر از مقامات حضرت امام مهدی علیه السلام هست که مقام حجت الله بودن ایشان باشه. افتخار داریم که در خدمت کارشناس محترم مسائل مهدویت و استاد محترم حوزه جناب استاد زکی باشیم و از محضر ایشان در رابطه با موضوعی که خدمتتون عرض کردیم ان شاء الله مطالب و معارف ارزشمندی را کسب بکنیم. خدمت استادی عرض سلام داریم، خیلی خوش آمدید استاد زکی. سلام و رحمت الله. بنده هم محضر شریف تعالی و همکاران گرامی تان و بینندگان محترم برنامه موعود در اسلام عرض سلام و ادب دارم و از خدای بزرگ خواست داریم که انشالله همه ما را از عارفین و حق اهل بیت انشالله قرار بدهد. آمین. خیلی تشکر میکنیم از آقای زکی بزرگوار از حضور ارزشمند شما در برنامه امروز موعود در اسلام. خدمت عزیزان بیننده عرض کردیم که در پیوند برنامه قبلی که در خدمت حضرت عالی بودیم و صحبت ما در رابطه با مقام حجت اللهی حضرت ولیعصر علیه السلام بود، امروز انشالله میخواییم که باقی مانده مطالبی را که پیرامون این عنوان قابل تر هست انشالله در خدمت حضرت عالی باشیم. بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و الحمد لله رب العالمین. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير انصاره و اوانه. بله، ما بحثی که داشتیم خدمت حضرت عالی و بینندگان محترم در رابطه با مقام حجت اللهی مولانا صاحب العصر و الزمان بود. مطالبی در این زمینه عرض شد و بحثی که باقی ماند در رابطه با یکی از حجت‌های قاطعه پروردگار که قرآن عظیم الشأن هست در عالم انسانی بشناسیم. درست. که چه ما در اوائل گفتیم که معرفت حقیقی اهل بیت و همچنین معرفت حقیقی قرآن حتی برای انسان به تمامه و به کنه حاصل نمیشه، ولی هر کسی به ظرفیت و فراخوری که به ظرفیت فکری خودش، به ظرفیتی که وجودی خودش میتونه به اصطلاح مائده های از این معرفت را کسب بکنه. در رابطه با رابطه بین قرآن و اطاعت تعبیرات مختلف و گوناگونی وجود داره. مثلا ما در معارف تعبیر داریم که اهل بیت ادل قرآن هست، درسته، و در رابطه با قرآن تعبیر قرآن عظیم الشأن خودش داره که امام مبین بهش میگن. بله. و زیاد این تعبیرات. تنها بحثی که ما میخواییم بکنیم یه که آیا بین قرآن و اهل بیت چه رابطه برقرار است، از مخصوصا از حیث نسبت. آیا قرآن غیر از اهل بیت است
و دو چیز است در حقیقت یا نه، قرآن و اهل بیت یک حقیقت واحد است که در عالم ماده به دو صورت تجلی و ظهور پیدا کرده. آنچه که از معارف به دست می آید اینه که قرآن و اطرت هر دوتایشان تجلی یک حقیقت واحد، یعنی یک حقیقت واحد یک بار در قالب در بعد تکوین تجلی کرده شده اهل بیت و یک بار در بعد تدوین تجلی کرده شده قرآن، و الا هیچ مغایرتی، هیچ تفاوتی بین قرآن و اطرت وجود ندارد. همه امتیازات و همه معیارهایی که در قرآن وجود داره، همه اون معیارها و امتیازات در اطرت هم وجود داره، مخصوصا که امروز به اصطلاح ممثل اطرت هم مولانا صاحب العصر و زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف. بله، در ظاهر ما دوتا میبینیم، یکی کتاب میبینیم، یکی انسان، صورت انسانی میبینیم، ولی حقیقت این دوتا یکی است. و بهترین تعبیری هم که در روایات هم مطرحه اینه که به امام هم گاهی قرآن ناطق اطلاق شده، که معنای این جمله این است که پس این امام همون قرآن است، منتها تفاوتش با اون قرآنی که به صورت کتاب هست در این است که این نطقگر هست، ناطق است، و اون قرآن ناطق نیست، صامت به تعبیر، که تعبیر روایی همینه. و نکته دیگه این که در مقام اثبات قرآن مؤید اطرت، یعنی ما وقتی آیات قرآنی را بهش مراجعه بکنیم، از یک شخصیتی یا از یک گونه از انسانیت و انسان و از یک گونه از منصب در قرآن بحث میشه که اون گونه رو جز ما به اهل بیت به هیچ کسی دیگه، به هیچ شخصیت دیگه یا به هیچ شیء دیگری نمیتونیم تطبیق بکنیم. درسته. پس آیات قرآن در عرصه اثبات مؤید اهل بیت، و از اون طرف هم اهل بیت مبین و مفسر قرآن، یعنی اگر کسی بخواد قرآن را کما هو حقه بداند، آیات الهی را کما هو حقه تطبیق کند، که تفسیر و تطبیق و تأویل هر سیتایش از موارد استفاده از آیات قرآنی است، این امکان نداره جز اینکه از زبان گوهربار اهل بیت بیان شد. و خدای بزرگم در قرآن به این امر تصریح کرده که لا یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم، که راسخون فی العلم در اینجا حتی شامل پیغمبرم میشه. بله. یعنی خدای بزرگ میگه که تعبیر این قرآن را جز راسخون فی العلم و خدا و راسخون فی العلم کسی دیگه نمیدانه. پس راسخون فی العلم کیه؟ اگر ما بگیم راسخون فی العلم همین علمایی است که بالاخره میرن تحصیل میکنن، میاین روی قرآن تدبر میکنن، تعمق میکنن، به اصطلاح بعد چیزی میفهمن، اگر بگیم راسخون فی العلم معنایش میشه که پس پیغمبرم از جمله اینهاست. بله. در حالی که تفاوت عمیق بین برداشت و بیان پیغمبر از قرآن و بیان علما از قرآن وجود دارد. دقیقاً ما منکر این نیستیم که علما هم چیزی از قرآن میدانند، اما اون چیزی که قرآن کما هو و حق و بیان میکنه، اون را هیچ یک از علما نه مدعی هست و نه هم میتونه از قرآن استفاده کنه. یعنی جناب استاد برداشت علما و غیر معصومین از کلام خداوند متعال در قرآن یک برداشت مثل از ظواهر قرآن استفاده میکنن که بر اساس فرماشات خود محسنین بزرگوار و علما این ظواهر قرآن مفید زن هست، مفید یقین. دقیقا همینطوره. در حالی که قرآن برای به تعبیر القای یک سلسله معارف مزنون که نیومده، زنی که نیومده. درست. قرآن حقایق را در حقایق این عالم را تشریح میکنه، بیان میکنه، توضیح میده، تبیان لکل شیء است. و این حقایق را چه کسانی از قرآن میتونه استفاده کنه بیرون بیاره؟ راسخون فی العلم. راسخون فی العلم مصداق اتمش، یا بگیم مصداق منحصر به فردش، رسول خدا و ائمه اطهار اهل بیت مکرم ایشان هست و کسی دیگه نیست. درست. در همین راستا قرآن هم اهل بیت رو معرفی میکنه، مثلا کونوا مع الصادقین، و بالاخره این صادقین کیه؟ اینجا
یعنی قرآن در تمام دستورات خود به نحو انسان و مؤمن را سمت و سو و جهت میده به سمت اهل بیت. خدا خیرتان بده جناب استاد زکی بزرگوار. انشاءالله باقی مانده مطالب را در بخش بعدی خواهیم شنید. بینندگان محترم خوشمند هستم همچنان برنامه خودتان را همراهی بفرمایید. پس از دیدن یک میان برنامه زیبا انشاءالله برمیگردیم تا باقی مانده صحبت ها را در رابطه با نسبت و ارتباط بین قرآن و امام علیه السلام بررسی کنیم. تشکر میکنم از همراهیتان بینندگان عزیز با برنامه موعود در اسلام. صحبت ما در رابطه با جایگاه حجت الله بودن امام هست که قطعا این جایگاه را وجود اقدس امام است علیه السلام دارا هستند. در زیارت شریف آل یاسین میخوانیم که خطاب به ولی عهد علیه السلام میگیم السلام علیک یا تالی کتاب الله و ترجمانه، سلام بر شما ای تلاوت کننده کتاب خدا و مفسر و مبین حقیقی این کلام نورانی. جایگاه امام همان جایگاهی است که در بخش قبلی جناب استاد زکی اشاره فرمودند. امام کسی هست که حقیقت قرآن را میفهمه و به دیگران انتقال میده. مفسر و معلم حقیقی قرآن کسی نیست جز امام معصومی که عدل قرآن هست. تشکر میکنم جناب استاد، در خدمتتون هستم. ولی گفتیم که همونطوری که امام مبین و مفسر قرآن هست، قرآن هم امام رو تأیید میکنه و خیلی از آیاتش برای رو انداختن کارهای امام به تعبیری، یعنی پیش کشیدن ایشان و در رأس امور قرار دادن ایشان و مرجع قرار دادن ایشان قرار داده. مثلا یکی کنم از صادقین خدمت شما عرض کردیم سوره توبه آیه 119 و سوره مائده آیه 55 انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. و اینجا آیه قرآن مستقیم آمده و اصطلاح امام را برای جامعه انسانی معرفی کرد. پس بنابراین یک تعامل 100% دو طرفه بین امام و قرآن وجود دارد. در خیلی از آیات قرآن سریع به اصطلاح اشاره داره و نگاه داره به جایگاه امام و حتی بعضی وقتا یک جمله ای را ما میبینیم که هم در اون جمله مراد قرآن است و کتاب است، در همون در عین همون زمان مراد امام است. درست. مثلا در رابطه با آیه و کل شیء احصیناه فی امام مبین، اینجا مفسرین و بعضی از روایات میگه که منظور از این امام مبین یک لوح محفوظ کتاب به اصطلاح مقدس که جانب پروردگار است. و در عین همین زمان روایت دیگری داریم از رسول گرامی اسلام که اونجا مصداق امام مبین را حضرت علی رو میدانه. امام باقر علیه السلام از پدرش و ایشان از جدش از رسول خدا، یعنی حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام از رسول خدا روایت میکنه، میگه هنگامی که آیه کل شیء احصیناه فی امام مبین نازل شد، جناب ابوبکر و عمر برخواستند و عرض کردند ای پیامبر، آیا منظور از آن تورات است؟ فرمود نه. عرض کردند انجیل است؟ فرمود نه. عرض کردند منظور قرآن است؟ فرمود نه. در این حال امیر مؤمنان علی اهل السلام به سوی پیامبر آمد. هنگامی که چشم رسول خدا بر او افتاد فرمود هو و هازا، انه الامام الذي احسن الله تبارک و تعالی فيه علم كل شيء. این همون امام است که خدای تبارک و تعالی در او علم همه چیز را احصا کرده است. یعنی امام مبین این مرده. خب در تفسیر علی بن ابراهیم هم از خود امیرالمومنین علیه السلام هم همین روایت به همین سبک یک روایت آمده که انا والله الامام المبین ابین الحق من الباطل و ورستوه من رسول الله، ورستوه من رسول الله، و خدا سوگند منم امام مبین که حق را از باطل آشکار می سازم، این علم را از رسول خدا به ارث برده و آموخته. خب تعبیرات از این قبیل خیلی زیاد است که ما اگر بخوایم محوری ترین جمله را در این زمینه از رسول گرامی اسلام مطرح بکنیم،
اون حدیث گوهربار و اون حقیقت انکار ناپذیر است که همه فرق اسلامی به اون معتقدن، باورش دارن و در کتب همهشون مشهوره تحت عنوان حدیث ثقلین، این تارکون فکم و ثقلین ثقلین یا ثقلین کتاب الله و عطرتی اهل بیتی من تمسک بهما لن تزل ابدا و انهما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. در اینجا این روایت با اندک اختلافی در جامعه روایی برادران اهل سنت هم نقل شده، در صحیح مسلم، مسند احمد بن حنبل، سنن دارمی، اینا هم آمده این روایت و همه نزد همه مشهوره. در این روایت مبارک و مقدس حضرت رسول میگه من دو چیزی گرانبها میان شما باقی میگذارم، کتاب خدا و عترت من. هر کسی که به این دوتا بهما گفته، هر کی به این دوتا تمسک بجویه لن تزل و هرگیز گمراه نمیشه. نه لن به اصطلاح با لا استفاده نکرده بلکه لن استفاده، که نفی ابد، نفی ابد، ابدا گمراه. بله. و انهما لن یفترقا و این دوتا هم لن یفترقا حتی یرد علیه، این هر دو از هم جدا نمیشه. این که از هم جدا نمیشه یعنی چی؟ یعنی این که اینا یک حقیقتی واحده. بله. در حقیقت رسول گرامی اسلام از یک حقیقتی واحد خبر میده. درست. که این حقیقتی واحد به اصطلاح از هم جدا شدنی نیست. خب به هیچ عنوان نمیشه بین اینها افتراق قائل شد. و اگر کسی اینها را از هم جدا کنه در مرتبه عملی خودش یا در تمسک به اینها کسی اینها را جدا بکنه، اون راه سعادت و خوشبختی و رستگاری و هدایت را نپیموده. بر همین اساس است که راه هدایت، مشی سبیل هدایت و نجات از گمراهی در تمسک به هر دوست، نه در تمسک به یکی و کنار گذاشتن دیگری، یا به تعبیر چنگ زدن به یکی و موزیش کردن دیگری. بله. بر همین اساس نه قول به حسبنا کتاب الله درست است و نه هم چنگ زدن به اهل بیت بدون توجه به قرآن و بدون تمسک به قرآن درست است. هر دوتایش کجراهه است و راه درست و سبیل هدایت و مشی الی الحق فقط تنها در گروه تمسک به قرآن و اهل بیت توامانند. چرا؟ چون حقیقتی واحدند. حقیقتی واحد بود، ما نمیتونیم یکی را از دیگری تفکیک بکنیم، و اگر تفکیک بکنیم میشه همون تعبیر خود قرآن که نؤمن به بعضی و نکفر و نکفر به بعض میشه، یعنی به بعضش ایمان بیاریم و بعضش ایمان نیاریم. خب این تا اینجا آنچه که ما بحث کردیم، بیشتر خواستیم که حقیقت واحد بودن قرآن و عترت را بیان بکنیم و مطالبی که هم بیان شد در این زمین است. اما یک مقدار بیاییم روی اوصاف قرآن و عترت، یک نگاه اجمالی داشته باشیم، ببینیم که هر چیزی که قرآن داره اهل بیت داره و هر چیزی که قرآن از آن مبراست اهل بیت هم از آن مبراست. درسته. یعنی وجوه مشترک بین قرآن و بله. امام علیه السلام. بله. قرآن عظیم الشان چنانچه که خودش بیان کرده، البته اینجا یک قاعده هست تحت عنوان قاعده مماثلت، یا بگیم حکم الامثال فی ما یجوز فی ما لا یجوز واحد، که وقتی گفتیم قرآن و عطر اهل بیت یکیست، پس هر چی که قرآن داره اهل بیت هم داره. بله. هر چی که قرآن نداره یا به اصطلاح قرآن از اون بریست منزه، اهل بیت هم از اون منزه است و بریست. به تعبیر قرآن از هر عیب و نقص مبراست، لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. دقیقا. هیچ باطله و نه با از پیش ورود قرآن شده و نه از پشت، به تعبیری که نه در گذشته و نه در آینده. بله. پس بنابراین قرآن معصوم، همینطور اهل بیت هم معصومند، یعنی از خطا، از گناه، از خطا، از سهو و از هر چی که دلیل بر نقص و ضعف انسانی محسوب میشه اهل بیت از اونها مبرا هستن و دامنشان از اون پاک.
در مسیر علمی و عملی قرآن و اهل بیت از هم جدا نیستند. یعنی مسیر علمی و عملیشان یک قسمه. یعنی چه؟ یعنی اینکه هر چی را که قرآن به عنوان یک ارزش بهش ارج میگذاره، محترم میشماره، دقیقاً همون را اطرت بهش ارج میگذاره و بهش احترام داره. هر چیزی رو که قرآن به آن دستور میده و سفارش میکنه و ارشاد میکنه، دقیقاً اهل بیت هم به همون دستور میده. محال است که موردی را شما پیدا کنیم که در اونجا قرآن بهش سفارش کرده باشه و دستور داده باشه و اهل بیت نهی کرده باشه، یا جایی را قرآن نهی کرده باشه و اهل بیت در اونجا دستور داده باشه. این تعارض محال است. بله، همون تعبیری که حضرت علی به کار بردین که خود روایت بسیار واضح و روشنی در این زمینه داریم که حضرت امام صادق علیه السلام در عرصه نقل روایت میگه از ما ممکنه حرفای بشنوین و کلمات رو به ما نسبت بدین، چون ما بدخواهانی داریم که حرفایی که حرف ما نیست به ما نسبت داده میشه و به اصطلاح میگه که قال صادق قال صادق، هر چی که از ما شنیدین عرضه کنین با قرآن، اگر موافق قرآن بود مخالف قرآن نبود بپذیرید، و اگر مخالف قرآن بود فضربوه علی الجدار، یعنی نه اینکه بندازین یا به شدت ازش احتراز کنین، دوری کنین و دورش بندازین. خیلی تشکر میکنم جناب استاد زکی بزرگوار، باز هم فرصتی خواهیم داشت ان شاء الله وقتی داشته باشیم، ان شاء الله برمیگردیم خدمت استادی تا مطالب را ادامه شه بشنویم. بنده محترم خوشمند هستم، همراهی بفرمایید. از همراهیتان تشکر میکنم. بیانگان عزیز و گرامی، صحبت ما در رابطه با نسبت و یا رابطه بین قرآن و امام علیه السلام هست. همونطور که آقای زکی بزرگوار فرمودن، جای جای قرآن مجید دستور به اطاعت از ائمه اطهار و امامان معصوم که جانشینان و خلفای شرعی رسول خدا صلی الله علیه وسلم هستند پر هست از این آیات کریمه. از جمله آیه شریفه ای را که جناب استاد اشاره فرمودند، و الله متعال بفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، ای کسانی که ایمان آوردید تقوای الهی پیشه کنید و همراه و همگام باشید با صادقین، که در ذیل این آیه شریفه روایات متعددی هست از مفسرین حقیقی قرآن اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام که فرمودند این صادقین یعنی افراد معصوم هستند که مصداقی جز خود امامان معصوم علیهم السلام مساق دیگری نداره. در خدمت شما هستیم. بله، همونطوری که عرض شد مسیر علمی و عملی قرآن و اهل بیت واحدن، و این وحدت مسیر از الزاماتش که این دوتا یک حقیقت واحد باشه. بعد در بعضی از جلوه هایی که از قرآن و اطرت داریم، بازم میبینیم یک همسویی و همسانی مشاهده میشن. مثلا در حتی در مناسبت ها، مثلا یکی از موارد جلوه های تولد قرآن و تعبیر شب نزول قرآن هست. در شب نزول قرآن وقتی ما میبینیم اهل بیت اونجا بیشترین تاکید و اصطلاح توجه به اهل بیت در شب نزول قرآن شد، و این خیلی چیز عجیبی است. و در شب نیمه شعبان که شب ولادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، اونجا ما میبینیم که بیشتر تأکید شده بر اینکه امون اعمال لیالی قدر باید انجام بدیم، که از اعمالش هم احیا کردن این شب. بله، احیاست که خیلی اصلا به محضی که این دستورات رو آدم میبینه، ناخودآگاه جلب میشه نگاهش و ذهنش به این که یک ارتباط تنگاتنگ و عمیق بین قرآن و اهل بیت برقراره، که در شب میلاد قرآن باید به اهل بیت توجه کنی. قرآن یکی از برنامه های مستحبی که در شب قدر قرآن بالای سر گرفتن و به 14 تا معصوم خدا را سوگند دادن، به محمد، به علی، به فاطمه، به الحسن و به الحسین تا حضرت حجت میرسیم، که هر 10 بار باید بگیم بالحجته بالحجته بالحجته. یعنی همونجا شمایی که در پیشگاه خدا در سحر ماه مبارک رمضان در شب قدر شب رو احیا کردی و به صبح رسوندی با دعا و مناجات و تضرعی در پیشگاه خدا، در آخرین لحظات هم قرآن رو با یک دست و زبانت هم به اصطلاح توسلی به اهل بیت
و واسطه قرار دادن اونها برای بخشش و مغفرت الهی به اصطلاح به کار گرفته میشه. این همسویی و هم شأنی اهل بیت قرآن را خیلی جدی و قشنگ به اصطلاح جلوه میکنه. درسته. بعد خدمت شما عرض کنم که همونطوری که قرآن یک کتاب است که با هیچ کتاب دیگری قابل مقایسه نیست، یعنی اینطوری نیست که ما بگیم قرآن از نظر ادبی، از نظر محتوا و ارزشی که در قرآن وجود داره و تحدی هایی که خود قرآن اعلان کرده به صورت رسمی که اگر شما ای را مفتریات میدانید بیاین یک سوره یا 10 سوره از قرآن شبیه قرآن بیارین، تحدی به این معناست که همه را اعلان عجز همه در برابر قرآن هست. این بیمانندی قرآن میبینیم که اهل بیت هم دقیقا در این راستا مثل قرآن بیمانندن. اینها هم انسان ها یا به اصطلاح حجت های الهی هستند که در بین انسان شبه و نظیر نداره. همونطوری که در رابطه با قرآن میتونیم بگیم که مثلا اینطوری نیست که قرآن یک کتاب است مثل کتاب های دیگه، منتها برتر از اون کتاب ها. همینطور میتونیم بگیم که ائمه یک مؤمن است، مؤمن خدا به اصطلاح عابد خدا پرست است، برتر از بقیه مؤمنین، اصلا قابل قیاس است. نمی‌تونیم با هم مقایسه کنیم. در رابطه با قرآن که آیات زیادی داریم، همین آیه قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض زهيرا، که در اینجا قرآن خودش میگه اگر شما جن و انس جمع بکنید که مثل قرآن بریم باز هم نمیتونیم، ولو همه تون هم پشتبانی هم قرار بگیریم به تعبیر. خب ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطاع من دون الله ان کنتم صادقین، میگه اگر کسان دیگری که احساس میکنن اونا به دردتون میخوره شما رو کمک میکنن رو دعوت بکنین، 10 تا سوره مثل قرآن، حالا مثل خود قرآن که نه، 10 تا مثل 10 تا سوره شم نمیتونیم بیاریم. این در رابطه با قرآنه که بیمانند است. و همینطور در رابطه با اهل بیت داریم که رسول گرامی اسلام میفرماید نحن اهل بیت لا یقاس بنا احد من عباد الله، ما اهل بیت هستیم که مقایسه نمیشه با ما هیچ یک از بندگان خدا، یعنی مؤمن همشون اجر و جایگاهشون شأنیتشون به جای خودشون محفوظه، ولی اصلا نمیشه با اهل بیت پیامبر مقایسه کرد. حضرت علی علیه السلام میگه که لا یقاس به آل محمد صلی الله علیه و آله من هذه الامه احد، مقایسه نمیشه با اهل بیت پیامبر از این امت هیچ کسی. پس بنابراین در این بی همتایی به تعبیری باز هم هر دوتایشون مثل همان، یعنی همونطوری که قرآن بی همتاست اهل بیت هم بی همتاست. جلوه های متعددی که باز هم ما نگاه میکنیم میبینیم در هر جایی که صفات را که برای قرآن مطرح شده عین همون صفات برای امام مطرح شده. مثلا قرآن هادیه، درسته، به امام هم هادیست، مهدیست. قرآن مزله، امام هم مزله، البته منتها در جنبه عدم اطاعت، بله، و در جنبه امتحانی بودن و به اصطلاح از آیت اللهی بودنشان. قرآن را اگر کسی نپذیرفت گمراه میشه، گمراه میشه، و امام را اگر کسی نپذیرفت گمراه میشه. قرآن بیان و مبینه، امام هم بیان و مبینه، یا به تعبیری که ما در روایات داریم قرآن تبیان کل شیعه، امام هم پاسخگوی تمام سوالات بشر، یعنی هر چی بشر از سوال در ذهن خود وجود داشته باشد در هر عرصه‌ای که باشد امام باید پاسخگویش باشد. مقام سلونی که به حضرت علی السلام متصف هست، و از نظر اعتقادی هم ما معتقدیم که امام معصوم در صورت میتواند امام فردی باشد که به تمام سوالات اون فرد پاسخگو باشد. این خودش
نشانه و علامتی است که برای شخص امام هست. بله. و اینجا معلوم شه کسی بخشن، چون بعضی مدعیانی ما داریم که ادعای امامت دارن و حتی در همین عصر حاضر هم از این مدعیان کذاب هستن که ادعای امامت دارن، در حالی که علم به کوچکترین چیزها ندارن و در سوالات بسیار پیش پا افتاده ای به اصطلاح در میمانن از جواب دادن. بله دقیقاً. و دلیل این که مخفی کاری میکنن، پشت پرده پنهان میشن، خود نشان نمیدن، همینه همین که پاسخگوی سوالات نیستن. دقیقاً. ما روایت داریم در این زمینه که امام اگر زبان یک فردی را نداند، پاسخگوی سوالش نمیتونه باشه. پس امامش نیست. این ویژگی امام هست که بله، امام باید بر کل زبان ها مسلط باشه تا پاسخگوی کل نیازهای آدم ها باشه، تا امام از اونها به اصطلاح امام مفترض و طائع اونها باشه. پس بنابراین همونطوری که قرآن تبیان کل شیء، امام هم پاسخگوی کل سوالاتی باشه. در این زمینه بعضی وقتا اینطوری به اصطلاح سوال میکردن یا بگیم انتقاد میکردن که خب شما که میگین امام به اصطلاح پاسخگوی تمام سوالات بشره، حالا مثلا یک مهندس هوافضا به تعبیری، این مهندس هوافضا یک سوال فیزیکی داره، هم به اصطلاح سوال علمی از نجوم هست، رشته خودش به تعبیری سوال رشته خودش داره، اگر او به از امو رشته خودش یک سوال از امام بکنه، امام میتونه جواب بده. ما گفتیم که بر اساس اون چیزی که ما اعتقاد داریم، اگر امام نتونه پاسخ اون مهندس به اصطلاح هوافضا رو نتونه بده، امام اون مهندس هوافضا نیست، بدون شک نیست، نیست. و در حالی که ما سخنان صریح و جدی و قاطع داریم که امام نه تنها بر انسان ها امام است، بلکه بر خلق، بر مخلوقات امام، یعنی خلق عامی از انسان دیگه، حتی بر پرندگان امام است، بر وحوش امام است، چنانچه که ما روایت داریم که امام زبان پرندگان میداند، زبان وحوش میداند. و اتفاقا در تاریخ هم وقتی ما جستجو کنیم میبینیم که این اتفاق افتاده و این به اصطلاح مسائلی که وحوش آمدن از امام سوال کردن و به اصطلاح داستانی که در زمان حضرت امام هادی علیه السلام اتفاق افتاد که خب الان وقتش نیست توضیح بدیم، اونجا حضرت پیاده کردن بین قفسه شیر، اونجا نشست دور کرد نماز خوان، دیدن که شیر آمد، همه ردیف نشستن و همه جناب امپراتور یا به تعبیر خلیفه هم از بالا نگاه میکرد. بعد دیدن که همه شیران نشست و نماز امام تمام شد، یکی شیر آمد جلو یک چیزایی گفت، بعد دوباره برگشت، امام یک چیزایی با اینا گفت و تمام شد. وقتی امام از اینجا بیرون آمد، پرسیدن که خیلی خوب چی بود اونجا، اتفاق چی بود؟ امام گفت بله، اون شیر پیر شده بود، دندان نداشت، غذا خوب نمیتونست بخوره، وقتی برای اینا غذا میداخت همه میخوردن جوان بودن، ما دستور دادیم که بعد از این تا این شیر غذا نخورده بقیتون به غذا به تعبیر دست نزنید. آها گفتن خیلی خوب، حالا ببینیم انسان حرف درست یا نه. اتفاقا غذا ریختن، دیدن که بله، تا اون شیر پیر نخورد بقیه دیگه به سمت غذا نیامدن، اطاعت کردن بله. از دستور امام. منظور اینه که طبق اعتقاد ما امام به کل سوالات بشر باید پاسخ بشه. خدا خیلی سم به تاج زکی بزرگوار، خیلی استفاده کردیم، مسائل ارزشمند و معارف زیبایی بیان شد. آرزومند هستیم که انشالله باورهای همه ما در مسیر حقایقی که دین مقدس اسلام داره انشالله بارور بشه. خیلی تشکر میکنیم از حضرت عالی. به پایان برنامه رسیدیم بینندگان محترم، از اینکه تا انتهای برنامه امروز ما را همراهی فرمودین از شما تشکر و سپاسگزاری داریم. و در پایان برنامه مانند همیشه دعا میکنیم برای تعجیل در فرج امام عصر علیه السلام. اللهم عجل ولیک الفرج. خداوند حافظ شما.